امروز نشسته بودم و داشتم همینجوری میگفتم که چه کار کنم. بعد تصمیم گرفتم که هیچ کاری انجام ندم و برم فقط با خودم فکر کنم که میخوام چی کار کنم. بعد از گذشت 5 دقیقه گفتم سری رو که 4 ماه دارم میرم و دارم بکوب باهاش پلی میدم رو باید یه انقلاب بزرگی رو توش رقم بزنم که اون سری نبود به جز سری سوروایول دنیای رنگی. بچه های منظورم امروز میتونم به جرأت بگم قراره که فلسفی ترین، قراره که بزرگترین، قراره که گسترده ترین حرکت رو توی سری سوروایول دنیای رنگی و این قسمتش یا همین این اپیزودش به کار ببریم. بچه های من چرا من میگم بچه های من؟ عجیبه، واقعا عجیبه. معذرت میخوام، تمنا میپذیرم. بریم که بهتون بگم داستان چیه و این سریو به هیچ عنوان از دست ندید بچه ها. اگه از دستش بدید از پاتون میاد در میاد دیگه. کمی داشتم تاب میخوردم توی این مسیر و یکم به ویلیجرام فکر میکردم که ویلیجر چقدر من دارم، چقدر انچنتد، چقدر همه چی. اما وقتی که نگاه به چستم میکنم هیچ چیزی توی چست من عملا نیست و الان که مثلا بریم نگاه کنیم امرالدای من 35 تا است دیگه، اینقدر کم بوده امرالد دارم ردستون گذاشتم داخلش. بعد از اون گفتم اوکی امو پیکیم، حله، حالا میخوای چی کار کنی، حالا پلنت چیه؟ تو که اینقدر که تنبلیت میشه نمیری یکم چوب بکنی به فلچه رو این داستان رو اوکی کنی، پلنت چیه؟ و ناگهان چشمم به کشاورزای مزرعه خودم گشوده شد قشنگ و دیدم اینو بچه ها. الان فهمیدم که هر ویلیجر فارمری 20 تا مثلا یه دونه ویت اینجوری خیلی ساده تر برای منی که اصلا خوشم نمیاد چوب بکنم و کلن تبرم به فنا میره، این حرکت بهترین حرکت و انقلابی ترین حرکتیه که میتونم بزنم. پس توی این پارت قراره که تریدینگ هال یا بخش کلن روستامون رو درست کنیم و جدا از اون بریم و سراغ یکی از جونجولی ترین داستانهای خودمون، یعنی مزرعه بزرگی بسازیم که تا زمانی که چش کار میکنه مزرعه باشه جلومون و البته از پوشنایی که داریم استفاده کنیم، یه سری چیزا رو هم تست کنیم که شما بهم گفته بودید. پس سابسکرایب کنید بچه‌ها، خیلی مهمه که سابسکرایب کنید و خیلی کمک من میکنه این سابسکرایب کردن شما، به خاطر اینکه من تازه کارم، تازه اومدم و نوب سگ خالصم به تمام معنا توی یوتیوب. دمتونم گرم، بی معطلی بریم سراغ ویدیو. اگه تغییری توی من حس میکنید، تصمیم گرفتم یه لول به شخصیت و مرام و منش خودم بیفزایم و لول بالاتری ویدیو رکورد کنم و یکم آهسته و هم خنده و همه چیز با آهستگی داخل داستان باشه. پس بریم دیگه ببینیم، زرت و پرت دیگه نکنم، بریم سراغ داستان. اولین کار باید روزمون رو با معجون شروع کنیم، معجون سویفتنس. قشنگ معجون سویفتنس رو بگیریم بریم پر آبش کنیم و بعدش فقط سویفتنس چی میخواست فکر کنم، حالا یه چک میکنیم این چی میخواد، شاید گلوستون، نمیدونم، یادم نیست. بریم یکم آب از جویبارها ورداریم و دیگه شروع کنیم به ساخت و ساز و اینجور داستان. چقدر اینا باتل ماتل بهم میده، 10 تا پر کم اومد، اینونتوری فول شد. تصمیم گرفتم مقداریشو بخورم تا بتونم اینا رو حداقل دوتا یکی کنم، دوتا ستا کنم، چی بهش میگن. خب 5 تا افتاد دستم و الان به نظرم اوکی و کافیه. بریم اینا رو همه رو بذاریم توی چست تا برای معجون‌های دیگه که می‌خوایم بسازیم کلاً داشته باشیم از قبیل این داستانا و اینا رو همه رو بذارم اینجا. اینا دوتا یکی نمیشن دیگه، پرو نشو. شیشه‌های باقی مونده رو اینجا می‌ذاریم و حالا بعد بریم سراغ آزمایش‌های فراوون. فقط من بعد یه نگاهی به اون جدول بندازم ببینم سویفتنس چی می‌خواست، چون یادم نیست، بعد هی همینجوری بسازم تا قشنگ به یادم بمونه. نگاهش کردم و فهمیدم که شوگر میخواد، شوگر مامی، همون شوگر ددی و این داستان ها. پس بعد بریم یکم شکر بیاریم تا قشنگ اینا رو بگیریم و فکر نمیکردم اینقدر آسون باشه. فکر کن بهترین، یکی از بهترین انچنت مثلا پوشنای خود ماینکرافت بعد یه سویفتنس، یه چیز بخواد، چی بهش میگن، یه شکر همش بخواد، یعنی شکر بخوری صورتت بیشتر میشه. دم ماینکرافت کردم، واقعا این حرکت انقلابی حرکت خوبی بود. به صندلی های خودمون میریم و همشو میخوام شکر کنم. البته فکر کنم داشتم آماده، 11 تا دارم، خوبه یه همینا رو برمیدارم ببریم اینجا با یه سویفتنس روزمون آغاز کنیم. خب از بخش ندر وارت ها اینا رو برمیدارم، 3 تا هم از اینا میذاریمشون، این 3 تا رو اینجا و سپس اول ندر وارت تا اینا آماده بشه، بعد شوگر مامی. داشتم این بیسکویت رو باز میکردم صداش یه دفعه اومد، بیام اینا رو برداریم اینو به جای شوگر بذاریم تا دیگه قشنگ پوشن آف سویفتنس بشه این داستان، تا من بیسکویت هم باز کنم. خب یه بررسی کنیم
سه دقیقه‌ای شدن الان و میام یه حرکتی رو میزنم، یه تستی فقط کنم اینجا رو، بیام ردستون رو وردارم، ردستون رو بذارم، اینم تایمش رو زیاد میکنه یا قدرتش رو؟ فکر کنم قدرتش رو بیشتر میکنه. کجا بود؟ توی بخش امرالدا بود فکر کنم، اینجاست دقیقا. و اینا رو ور میدارم. اه گلوستون ندارم، گلوستون هم حالا بعد میریم میاریم. اینم چه فرقی داره این داستانش؟ خب باید آماده بشه، الان داره تبخیر میشه، فکر کنم همون تایمش زیاد میشه است، حالا یادم نیست دقیقا، ولی میفهمیم از درصدش، میفهمیم که 20% اگه بیشتر شد یعنی یعنی سرعتشه، اگه تایمش بیشتر شد یعنی تایمه کلا ردستون. بله دوستان خوبم، ردستون کارش تایمه و الان فقط باید برم بگم یه گلستون هم پیدا کنم که دیگه داشته باشیم این سریو قشنگ بریم جلو و بهتر کنیم. تو خدا یه دونه چیز داشته باش، گلستون ملوستون نداری؟ واقعا هیچ جا اینجا گلستون نداره؟ حیف که کلن کلنگ درستی هم ندارم که بخوام برم ندر بیارم، پس اشکال نداره از همون تایمش فعلا استفاده میکنیم تا بعدا اپیزودهای دیگه بریم سراغش و بگیریمش. اینا رو فعلا ستا رو کامل وردارم و یکم این دستم خالی کنم که بریم سراغ داستان. خب بخوابیم تا فردا بریم سراغ اون مزرعه بزرگی که توی ذهنمه که الانم اسپویلش کردم یکمشو و ببینیم چی میشه داستان. صبحت بخیر عزیزم، حالا باید اینو کجا بسازم؟ پلنی که دارم پشت اینجا رو کامل میخوام صاف اون مزرعه که تو ذهنمه رو بسازم و یه چیز خفنی در بیاد ازش. الان دقیقا همینجا رو میگیرم صافش میکنم و مزرعه رو میسازم دیگه. خسته شدم اینقدر با دست اومدم اوکی کردم. یه بیلی بسازیم برای خودمون. بیلمون که اصلا داره به فنا میره و اصلا جونی نداره. بعد یه ایکس پی فارمی چیزی اوکی کنم تا بتونم قشنگ کارو در بیاریم. و الان فقط باید بریم سنگا رو برداریم و یه دونه بیل سنگی بسازیم تا حداقل کارمون زودتر جلو بره. صبحت بخیر عزیزم، یکم چوب به من بده. گفتی خدا نگهدار. آماده شد بریم دیگه. الان میخوام برم و کامل اینجا رو صافش کنم، اصلا برو و این شخمش بزنم قشنگ، میخوام و یه چیز خفنی ازش در بیاد. اینا رو همه رو میریم تا یه ردیف کامل بریم و قشنگ آماده بشه. اولین فارمی هم که میسازم فارم سیب زمینی میذارمش، چون که ویت یه کمی دردسر داره، ولی سیب زمینی خودش رو میگیری خودش هم میکاری، یکم بهتر و راحت‌تر برای من تنبلم کلا. این بیل تقریبا 3 استک جواب منو داد تا یکم صاف کنه و الان فقط باید اون بخشاشو مشخص کنم تا قشنگ بتونم یه فارم سیب زمینی خفنی بسازم. یکی اینجا رو مشخص میکنم، اول نه اینجا بهتره که دورورش رشد کنه و رو به رشد باشه. اینا رو میذاریم اینجا و همینجوری بخشاشو مشخص میکنیم تا قشنگ یه فارم خوشگل و خفنی ازش در بیاد. و اگر بتونیم یه سری کارا رو تکمیل کنیم نسبت به ویلیجرهامون، چون که اصلا ازشون پرید خوبی نکردیم و چیزای خوبی ازشون نگرفتیم متاسفانه. حال باید با باتر واکت خودم به سوی آبهای نیلگون روی آورم و برم وسایل رو بگیرم و دیگه کلن آماده بشه فارم برای فقط کاشتن. البته چیزم میخوام، چی بهش میگن، هوم نیاز دارم که صافش کنم قشنگ اینجا رو. در نزدیکی اینجا یه، چرا اینجوری حرف میزنم، یه چیزی پیدا کردم، اومدم منبع آب بی‌نهایت ساختم که قشنگ بیام اینجا رو کامل تکمیل کنیم و این فارم ادامه داره، یعنی شاید تا 3 ردیف اونورتر برم من و اصلا ادامه شدم. هیچ چیزی، هیچ شکی داخل این داستان نیست، چون که خیلی بیشتر میتونم اون موقع وسیله و کلن چیزمیز بگیرم از ویلیجر را، بیشتر امرالد بگیرم. خب عالیه، حالا باید بیام با هو همه اینجا رو صافش کنم، یه چیز خفنی در بیاد. یه لحظه مغزم برای سوروایل دونه رنگی انقدر باز شد بچه ها که اگه میفهمیدید اصلا میگفتید درود بر این سری. اصلا یه کارهایی اومده تو ذهنم، فقط باید اون انرژی درونیشو داشته باشم که دارم که انجامش بدیم. این هو عمرش به دنیا نبود و کلن سه ردیف بیشتر نتونست برامون بره. برم من یکم سیب زمینی های اونجا رو بیارم که قشنگ اینجا که قشنگ بتونیم دیگه بزرگترش کنیم. در ضمن یه نکته ایو که خیلیاتون گفته بودین، یکی گفته بود که چرا ویلیجر کلن اون ویلیجری که دیدی رو نشنیده گرفتی و ویلیجر فارمر میتونه مثلا هویج طلایی رو میخورن اون خرگوشا، یعنی تو فکر میکنی نمیخورن و الان میرم تست میکنم اینم واقعا همینه داستان و فقط یعنی هویجا خرگوشا میخورن اون هویجای طلایی رو یا نه. چقدر توپق و لکنت و همه اینا رو با هم دارم قاطی میکنم. بریم اینا رو بکاریم و از توپقیان خودمون فراموشی بیفزاییم، چی بهش میگن، اینا همه رو بریم کامل و بعدش بر ردیف های دیگه ای هم بریم احتمالا.
یه استک دیگه هم دستمه و اینم باید بریم کامل. خیلی خوب شد، فقط امیدوارم که زود رشد کنه. بعد ببینم به چه شرایطی بستگی داره، که فکر نکنم شرایط خاصی بخواد، فقط باید همین فقط بیایم دروش کنیم در واقع این سیب زمینی رو. برای همینم انقدر راحته و خوبه، خیلی خوبه واقعا. دیگه اینجا چیز نمونده، نه فقط باید ردیفال بیشتر کنیم. پس میریم به سوی ساخت هو و ببینیم چیکار میتونیم کنیم توی داستان. البته این وای راستی تبرم به فنا رفته بود، فکر کردم مندینگ داره این. برم یکم چوب جمع کنم به دلیل اینکه به چه دلیل یادم رفت، هیچ دلیلی. بریم پس سراغ کار خودمون و اینجا دوباره استیکا رو ور میدارم و بعد خیلی از این هوا بسازم. احتمالا این فعلا یه دوتا میسازم همینجوری علل حساب تا قشنگ بتونیم مسیر رو بریم. سیب زمینی هم ندارم، بعد بیام اینایی که آماده نشده رو وردارم که بکارمشون و خیلی سود خوب میده خدایی. یعنی واقعا تصور کردم میتونیم یه درآمدزایی امرالدی زیادی ازش داشته باشیم، خیلی خوبه. حال رو این مسیرهای دیگه رو صاف میکنیم که همشون دیگه بیفته رو دور رشد و تولید و اقتصاد مقاومتی. ولی یه نکته دیگه هم هست. اوه مای گاش، آن فکرم افتادم. یه نکته دیگه هم هست، بجز فارم سیب زمینی که میتونیم داشته باشیم، ویلیجرا تا جایی که من یادمه هویج هم از اون میخریدن، هویج و ویتو میخریدن و فقط توی هویج چک دارم. باید برم اینو ببینم و بذار این امرالدا رو ببرم که باهاشون هویج طلایی بگیرم روی خرگوشای تستی کنیم. امیدوارم که هویج ترید نمیکنه، ولی ویلیجرهایی هستن که هویج رو میفروشن، یعنی میخرن ازت و این خیلی نکته خوبیه. این ستا رو بگیرم ازش، بریم بدیمش به خرگوش ببینم میخوره یا نه. خودم که میخورم قاعدتا، خودم هر چیزی که دستم باشه رو میخورم، ولی خرگوشا نمیدونم. برگوش دشت سنگوری بیای، خرگوشم میخوره برگام. پس من چرا این کار احمقانه رو کرده بودم؟ البته خوب شد دیگه هویجم گرفتیم، ولی بازم امیدوارم که یه ربیت فوتای بهم بدین که فقط بپرم تو این مسیرهای زندگی ترقی خودم. چی میگم من دارم چی میگم خدایی؟ چند تاشون فرار کردن، لعنتی ها کجا رفتید؟ من این همه براتون تلاش کردم، بعد اینا رو توی یه گودال بذارم که نتونن انقدر مثل ماست بیان بالا. اینا که رفتن، الان اوکیشون میکنم. هویجم ندارم، اینا رو خر کنم، بعد برم سری چند تا هویج بیارم. این بالا احتمالاً داشته باشم، اگه به شب بخوره دیگه خیلی خطرش زیاد میشه. سری برم اینا رو بندازم توی یه گودالی که ساختم و عالی شد. خوبه یه چند تا گرفتم، میتونم اینا رو ببرمشون. بیاید اینجا، come to my house، بیاید 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 اینجا. بیا ببینم اون یکیتون کجا رفت. اون یکی دیگه آها پرپر شد، گفتم حتما یه اتفاق براش میفته. سری بیاید این داخل چون قراره به فنا برید و الان زامبیا بهتون حمله میکنن و کلن جرواجرتون میکنن. خودم البته جرواجر میکنن. بیاید بدوید بدوید. وای بدو. یکیشون به طور اتفاقی افتاد اونجا، ولی این یکی هنوز مونده. اینم اگه بیارم دیگه تمام تمام میشه قشنگ داستان. و الان اومد، بله اینم حرکت بعدی که زدیم، عالی شد. حالا من میرم و یاد بگیرید که دیگه این کارا رو نکنید با من. بریم بالا، اینم اینجا و تمام تمام. یک روز گذشت و به یک سری نکاتی رسیدیم. یک این که هویج طلایی برای خرگوش اوکیه و میخوره و خودت هم میتونی بخوری که این دیگه مشخصه. دو این که فارممون داره خوب پیش میره، همین دیگه. پوشنهای سویفنسمون رو مصرف کنیم تا برای روز یه انرژی مضاعف و شهشهانی داشته باشیم. یکم توی خرگوشا باخت دادم، بذار برم اونم وردارم، حداقل جنازه و چیزایی که داشت ضرر نکرده. چون رپید فوت کن بهم نداد، مثل اینکه این سویفنس چقدر سرعتیه، اذیت میکنه منو. عادت ندارم. الان که اینو مصرف کردم انگار اومدم مثلا گیم مود بدوارز دارم ترای هارد پلی میدم. تا زمانی که اینا رشد کنه می مسیرهای بیشتری رو هموار میکنیم براشون و آماده میکنیم که دیگه بتونیم بزرگترش کنیم این مسیر رو. الان تازه دارم کمبود انچنتامو حس میکنم، چون الان نمیتونم مثلا از این استفاده کنم. یه فارم ایکس پی اینا باید بسازم از اپیزود بعدی که اینم راحت‌تر جلو بره، وگرنه اینجوری 20 دقیقه بعد همینجوری خاکا رو بکنم. فقط یه حرکتی رو میتونم بزنم حداقل تا زمانی که انچنت و اینجوری داستانا رو ندارم و نمیتونم اوکی کنم، میام از اینا استفاده میکنم و آیرون گوگولون کشی میکنم. یعنی این به تمام معنا همین معنا رو داره قشنگ. حالا میام اینا رو میکشیم، فقط باید یه جوری بکشمش که خودم ضربه نبینم. تا جایی که میدونم 4 بلاک باید بریم بالا، 1 2 تا 3 تا 4 تا، سپس حمله ور بشیم به داداشمون. داداشم آیرون گولم، واقعا آیروناتو برای یک سری مسائل امنیتی نیاز دارم، اگر نمیکشتمت. چند تا شد؟ 4 تا شد، میشه 4 تا شوول دقیقاً. این وسایل اضافی رو بذارم توی چستش، اینجا بود، عادت نکردم بهش. و بعدش دیگه بریم سراغ ادامه داستان.
خب دستم کمی خلوت شد، 4 تا شوول میخوام بسازم چون که خیلی کار داریم. حالا 2 تا فعلا میسازم، زیاد نسازیم هم دیگه، زیاد بسازیم هم خوب نیست فعلا. شاید اصلا دیدیم کارمون تموم شد با همینا، بریم اینا رو کامل صاف کنیم. ببینم سرعتش خیلی بالاتر نسبت به دستی که من میرفتم و عالیه به نظرم. اوکی دمش گرم، مرسی شوول، مرسی شوول، ماشاءالله چه قدرتی هم داره. یه ردیف کامل باش رفتم، تازه مثلا یه روب بش رفت، خیلی خوبه بازم. یعنی مثلا وقتی سنگی باشه بکنم سرعتش پایین تره ولی قدرتش پایین تره، یعنی بیشتر موندگاریش پایین تره، ولی وقتی که مثلا آهنی باشه موندگاریش هم بیشتره. اینو واقعا نمیدونستم. ساقه داره برخورد میکنه اطراف خونم، من سری بخوابم، تو الان داشتم کار میکردم و خدایی هم خوب رفتم جلو. حالا اوکیه، فقط باید سری بخوابم که ساقه نیاد منو جرم بده و منو ساقه کنه. بله. او یوسف گمگشته باز آمد به کنعان، غم مخور زندگی گذشته، غم مخور. همینو فقط تو در همین حد میدونستم. اینجا رو یکم صاف کنیم که آماده بشیم برای یه ردیف جدید از سیب زمینی های خودمون، ببینیم چی میشه. خب من این ردیف رو کامل فول کردم و الان فقط باید با این شخم زنا بیفتیم به جونشون رو تکمیلش کنیم. قشنگ اینجوری بریم، کیفی میده این کار، البته اگه هوت نشکنه که الان مال من شکست. اینجا رو کامل آب گذاشتم دیگه، فول شد قشنگ. اینا رو بریم ببینم چه جوری میخواد بشه داستانمون. عالی عالی. اینا رو فقط سیب زمینی ها رو سود دادن میریزمشون اینور. میگن بعد با هر پولی که در میاری کار کنی، دقیقاً همینه داستانش. این ردیف هم یکم برم اینجوری چون کشششش رو داره که بره خوبه. و 1% فکر نکنید که من اینو قرار نیست برم اصلا، یعنی تا زمانی که زنده هم من اینو باید گسترش بدم، بزرگترش کنم که خیلی خفن بشه. مثلا میخوام تا چش کار میکنه سیب زمینی و ویت و کروت و فلان و یعنی همون هویج و اینجور داستانامون باشه. بالاخره بیلمون داره تموم میکنه و دیگه این ردیفو باش رفتم قطعا داره و دار و فانی گفته غلطه. قبلش بکنم، آها تموم شد دقیقا. خوبه تقریبا 3-4-5 تا ردیف مونده و الان اینجا باز یه ردیف آب دیگه باید بیاد. برای محکم کاری این کارو میکنم چون که دقیق فاصله شو نمیدونم، سعی میکنم محتاطانه اینو ببرم جلو. در ضمن یه پاسخ مهمی که براتون دارم اینه که نظرتون درباره ایونت هم چی بود. ایونتی که گذاشته بودم برای شروع به نظرتون قانعتون کرد، چون که اون چیزی که میخواستم نبود ولی به نظرم برای شروع چیز قابل قبولی بود و اوکی بود. همین الان پاسخ کنید اینو که ببینم و بخونم قشنگ ببینم چی شد نظرتون و اینجور داستانا. این پاسخ امروز بچه ها. حالا رشد کرد و بعد بیام با این هوا دوباره اینا رو همشو برم. خب من دیگه قصد دارم اینجا رو کلن رها کنم به خاطر اینکه هم سر حوصلتون سر نره هر اپیزود بخشی از این داستانو بریم و جدا از اون بریم الان سراغ ویلیجر تریدینگ روم هالمون تا یکم اینو من درستش کنم، خوشگلش کنم، واشن این چیز مشتی ازش در بیاد. قبلش این پامکینا رو هم ور میدارم که دیگه بالاخره من از جونم مایه گذاشتم برای اینکه پامکینا بچه من کارمو گذاشتم، من این چیزمو گذاشتم. آره اگر یه زمانی میشد خاک و فروخت واقعا من پولدار این جامعه بودم. فقط کجاست شسته، من هنوز عادت نکردم. خیلی خاک جمع کردیم و الان باید بریزیمش واقعا تو سرمون چون هیچ جای دیگه ای نداریم. خدا حافظ فارم، من برم به ویلیجران برسم. خدا حافظ. قزنفر راستی بازم یاد قزنفر افتادم بچه ها، لطفا پاسخ کنید من برم پیداش کنم. وای واقعا یه اپیزود وای قزنفر پیدا نکنم دق میکنم. بریم بی خیال، من الان دوباره وایبم منفی میشه و حالم بد میشه چون قزنفر رو گمش کردم، اصلا یه حس بدی داره. چقدر خوب شد ولی خدا وکیلی الان راحت هی آیرون گولم اسپام میشه، یه دقیقه میزنیمشون تموم میشه قشنگ داستان میره. اینجا فقط ببینم بازم اسپام شده یا نه، مثل اینکه نه، پس یه حرکتی رو میزنیم. همینجا یه آیرون گولم هست همش اسپام میشه، همینو هی هر وقت میایم پایین میکشیم تا قشنگ بتونیم چیزایی که میخوایم ازش بگیریم. اما دوستان خوبم یه داستانی هست اینجا، بعد تا جایی که راه داره بریم و حواسمون باشه که کلمون گیر نکنه، بعد 4 بلاک بریم بالا که بتونیم اینو راحت بزنیمش دیگه قاعدتا. و یه سقفی براش میذارم اینجا قشنگ حالت مارپیچی، همین خیلی خفنه. میرم بالا و از اینجا دیگه راحت میتونم باهاش فایت بدم. در نگاهی بهت‌انگیز به آیرون گول، آها اومد طرفم، بزنمش. بیا اینجا نکبت. خیلی این حرکت کیف میده قشنگ، آیرون رایگانو بدون دردسر. به 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 آقای جانم آقای فردوسی پور، 4 تا من گرفتم، خواستم باهاش شکار کنم، کاری یادم نمیاد میخواستم چیکار، ولی نیازش داشتم در هر صورت. آها خواستم باهاش اینجا پیکاکس بسازم، پس بریم یه دونه بسازیم تا زمانی که اینجا رو قشنگ درستش کنیم و بتونیم انچنت مانچنت های خودمون ازش بگیریم.
اولین پیکاکس رایگان، ساخت رایگانی دیگه، بریم بسازیمش. عالی. حالا بریم سراغ داستان. چرا من میگم بریم سراغ داستان؟ چون ما الان تو داستانیم کلا. چرا باید تو بگم بریم داخل داستان؟ ما الان داخلشیم دیگه. یکم این مسئله نور رو باید حواسم باشه، چون اگه یه مابی اسپام بشه به راحتی میتونه تمام ویلیجرامو مسموم کنه و از بین ببره. البته اینا رو دستش بهش نمیرسه چون که گیر کردن اونجا. این نکته خوبی، حواسم نبود. ولی چون یکم میخوام احتیاط کنم، باید بریم چند تا برای خودمون زغال بیاریم که قشنگ اینجا رو گسترشش بدیم، بزرگترش کنیم. 20 تا چوب دارم، همین 20 تا رو میذارم اینجا. اوه، البته اینجا هم دارم، پس اینجوریش میکنیم و از اینا استفاده خواهیم کرد. 8 تا گرفتم، فکر کنم کافی باشه برای همینجوری صاف بذارم. اوکیه. من فقط عاشق اینم، پیکاکس از خدا بگیرم، انقدر زنده بمونم. بی نظیر شد. فقط یکم اینجا دیزاینش به نظر خودم ساده است و بعد یکم اوک بیارم برای این داستان که قشنگ اینجا رو اول تکمیل کنیم، بعدش بریم سراغ مسیر اضافه تر. خدای اوک داشته باشم. بی نظیر 18 تا دارم. اینا رو که همشون رو کارکل مارکل کردم. بخوابیم فردا بریم یکم چوب بیاریم. پس 23 تا چوب گرفتم. اسپید پوشن روزانم هم خوردم که الان یه دونه دیگه برام مونده. و الان میریم به سراغ پایان کاری که قشنگ ویلیجرا رو تکمیلشون کنیم و اوکیشون کنیم. با پیکاکسی که دستم میذارمش دست چپم و الان اینجوری هر کدومش که نیاز باشه رو ور میدارم استفاده میکنم و اوکیش میکنم. الان اینم اینجا و بریم ببینیم چی میشه. روی زمین رو میگردم، حداقل روی زمین خبری نیست و هیچ مشکلی نداره به جز این دو بلاک که اینا رو نباید این کار رو میکردم. این اینجا جاگذاری شده بود. الان یه کارش میکنم، ولی یه جوری اوکیش میکنم. میام اینجا رو میبندم، پس اشکال نداره. اینو ور میدارم، اینجا رو میبندم که دیگه، البته این یه لایه رفت پایین تر کلا. اینو بردارم نمیتونه بیاد بیرون. میتونه بیاد بیرون، جانم برات بگه دیگه نمیتونه بیاد بیرون. همین جوری اوکی فعلا و میدونم ساختار پیچیده ایه، ولی رندومی میریم فعلا. خوبه به نظرم، چیز بدی نشد، افتضاح نشد، بد شد ولی افتضاح نه. ممنونم از نگاه و توجهتون به این اپیزود. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما منو سابسکرایب کنید. آقا من هر روز ویدیوهای بمب ماینکرافت و به زودی ویدیوهای دیگه هم که دیگه حوصله‌مون سر نره میذارم، که خودم بازیای فیوریت مای فیوریت ویدیوها اینجور داستاناست، حتما میذارم. اگه دوست داشتید منو سابسکرایب کن. چرا منو هول میدی آقا؟ من پدرتو کشتم، خودتو که نکشتم، پدرتو اینجا کشتم. اون داره نگام، هیچی من نکشتم. در کل سری سروایوول دنیای رنگی از دستش ندید، خیلی سری بمبیه. و اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید. اما پیکه هم اینجا سری سروایوول دنیای رنگیه. تا ویدیوی بعدی میبینمتون. فعلا خداحافظ همگی شما پیکارمیا.